برای آموزش نابینایان مهمترین کار این هستش که ما حواس باقی ماندهشون رو تقویت کنیم. یعنی چون از حس بینایی محروم هستن، حس شنوایی، لامسه، بویایی، چشایی، حس درک فضایی، همه اینها باید تقویت بشن. و برای خوندن نوشتنشون خب آموزش خط بریل لازم هست که این رو آموزش خط بریل رو از همون مقطع آمادگی و پیشدبستان که به مدرسه ما میاد خط بریل رو بهشون آموزش میدیم. برای آموزش خط بریل یه سری پیش نیازهایی وجود داره. اینجوری نیست که یهویی لوح و قلم رو به بچه نابینا بدیم بگیم بنویس. به این شکل نیست. اول باید تقویت لامسه شکل بگیره. تکنیک برای نوشتن نابینایان هست که در واقع در کشورهای پیشرفته نابینایان با این کار نوشتنشون رو بچه‌ها تو مدرسه انجام میدن و وسایل پیشرفته دیگه. این شد تو کز که مهنت مه نو دیگران بی قم می بر میایم پایین نشا زد که نامت نهن آدمی. درس هشتم دریاوری. در تاریخ انسان‌های بسیاری بوده‌اند که همه توان و جان خود را برای رسیدن به هدف خیش فدا کرده اند. برون نامدان پهلو از نیمروز، همی رفت شادان رخ و دل فروز. دو روزه به یک روز بگذاشتی، شب تیره را روز پنداشتی. همین دست بر خواب تپاره کرد، در ایران چنان خوار و بیچاره کرد. چو بیدار شد رستم تیز چنگ، جهان دید با شیر تاریک و تنگ. با توجه به این بیماری کرونا که پیش اومده، بچه های نابینا هم مثل بعضی از بچه های بینا با مشکلاتی مواجه بودن. از جمله اینکه نرم افزاری که گوشی های موبایل بچه های نابینا رو گویا میکنه و اونها میتونن هر استفاده‌ای رو که افراد بینا از موبایل دارن نابینایان هم داشته باشن. این برنامه شادی که آموزش پرورش در واقع برای آموزش اختصاص داده نابینایان نمیتونن از اون استفاده کنن، چون گویا نمیشه برنامه شاد، گویا نشده و خب از طریق واتساپ میتونن فقط مطالعه داشته باشن، درساشون رو بخونن، که این هم مشکل دانش آموزان نابینا هست، هم مشکل همکارایی که خودشون نابینا هستن. بچه های نابینا و تنبینا یکی از بهترین تفریحاتشون با هم بودنشونه. درسته به عادی سازی شکل گرفته، تو جامعه حضور پیدا کنن، در کنار افراد بینا هستن، ولی با دوستان نابینای همدلس خودشون خیلی بیشتر بهشون خوش میگذشت. یعنی مدرسه که می اومدن خیلی فضای دوستانه ای بود، یعنی هم محیط علم و دانش و یادگیری بود و هم تفریح بود براشون. یعنی بدترین تنبیه بر بچه نابینا اینه که بهش بگی سه روز نیا مدرسه. به نام خدا، بنده فائزه حیادار هستم و در مقطع دهم انسانی درس میکنم. در کلاس اول تا دهم تا نهم در واقع توی مدرسه شوریده شیرازی که همون مدرسه نابینا و کمبینایان هستش درس میکنم. بعد از اون که در مقطع دهم باید درس میکنم، باید خارج از مدرسه، یعنی توی مدارس عادی با بچه های عادی درس میکنم. توی مدارس عادی که در حال حاضر کرونا هست، باید تمام دانش آموزان از برنامه شاد استفاده کنند. ما برای این
در واقع تدریس گوشیامون در واقع حرف میزنن، یعنی گویا هستن و قابلیت های دستگاه رو برامون میخونن، ولی متاسفانه نرم افزار این قابلیت رو نداره و کاملا تمام خدماتی که ارائه میکنه یا متنایی که میفرستن یا فیلمایی که میفرستن دبیرا متاسفانه گویا نیستن و نمیتونن برنامه تاک بک اونو برامون بخونن. و مشکلی که دیگه داریم باید بچه های نابینا در واقع باید در حال حاضر چون کرونا باید کسانی پیششون باشه که در واقع پیششون باشه که تمام نوشته های بینایی که در دبیرا براشون ارسال میکنن یا توی امتحان باید کسی باشه که تمام این نوشته ها رو براشون بخونه و اینجا دانش آموز باید سوال و جواب رو برای در واقع رابطی که داره بگه و رابط در واقع همونجا تمام پاسخهاشو بنویسه برای دبیرشون بفرسته. به نام خدا، من فاطمه خانی هستم، 12 سالمه و در مقطع پایه 6 ابتدایی درس میخونم و حالا به خاطر ویروس کرونا در خونه هستیم و برای درس خوندن از برنامه شاد استفاده میکنیم که این برنامه هم خوبی هایی داره هم بدی هایی داره. خوبی هاش اینه که درسی رو که معلم میفرسته میتونیم چند بار گوش بدیم یا موقع امتحانا دوباره اون رو گوش بدیم تا برامون دوره بشه و اون رو میتونیم خیلی خوب یاد بگیریم. ولی بدی هایی هم که داره اینه که اول از همه شاید بعضی ها توان داشتن گوشی های هوشمند رو ندارن و در خانواده هایی هستن که چند دانش آموز در اون خانواده درس میخونه و میخوان با یک گوشی درس بخونن، برای همین درس رو درست دانش آموز متوجه نمیشه و تو مدرسه بودن معلم میتونه به دانش آموزان نابینا بهتر درس رو یاد بده. خدا رو شکر اینجوری که توی فضای مجازی برایش کلاس ها برگزار کردن خیلی خوب تونستم با دانش آموزا را بیان و دانش آموزم تونست که حرفای معلم و برداشتای معلم رو از تو فضای مجازی بگیره، چون بیشتر مثلا شنیداریه و قول خودمون حالا یه چیزی نیست که بتونم با بینایی انجامش بدن و اینا، ولی خب الحمدلله تونستم معلمم خیلی عالی درس ها رو میدادن و اون چیزایی که نیاز بود به دانش آموز رسوندن توی تو الان خدا رو شکر. ولی خب به هر حال دچار مشکلایی هم می‌شدیم، همین که اینترنتش ضعیف می‌شد و برنامه شاد و دیگه براتون بگم اینکه بسیار مقداری هست کم عدالت اجتماعی رعایت نشده بود، چون که بعد خانواده‌ها توان مالی نداشتن که بتونن برای هر کدوم از بچه‌هاشون یه گوشی مستقل، گوشی هوشمند مستقل بگیرن که هر کدومشون بتونه کارا رو کلاسش انجام بده. بیشتر تو درس ریاضی مشکل دارن و اینکه درستی میتونن جدول رو بکشن، محور رو بکشن یا این که شکل رو بکشن و این نیاز داشت که حتما معلم در کنارشون باشه و مثل سالای قبل در کنارشون بشینن و بهشون یاد بدن و یاد بگن. یکم تو این زمینه مشکل داشتن که به لطف خدا با همکاری معلم ها که بابا در ارتباط بودن میگفتن که چطور رفت کنید این مشکل رو و ما هم تا اینجا باشیم با بچه ها بودیم و همکاری کردیم و خدا رو شکر الان که به وسط سال رسیدیم یکم پیشرفت قابل توجهی تو درس ریاضی داشته. به نام خدای روشنایی، چند نقطه روی کاغذ، صدای تق تق سوزن و عصای سفیدم، من با همین ها دل تاریکی ها رو می شکافم، من با همین کاغذ و سوزن است که ماه و ستاره ها رو می بینم، اشک مادرم رو می فهمم و خدا رو پیش خودم میبینم. اگرچه چشمی برای نگاه کردن ندارم، در عوض دلی دارم به وسعت دریا. با نور الهی میتوانم تک تک ذرات زمین رو ببینم و حس کنم. از شما انتظار دارم من رو همینطور که هستم بپذیری. از شما انتظار دارم سختی ها رو از سر راه
رشد و بالندگی من بردارم.